اخیراً اپل بتای 4 سیستم عامل های iOS 17 و iPadOS 17 را منتشر کرده. سلام، من کیمیا خسروی هستم و اینجا استودیوی سیب اپل. تو این ویدیو به معرفی و بررسی بعضی از تغییرات این نسخه اشاره می‌کنیم. یکی از ویژگی‌های جدید iOS 17 اینه که اگر از طریق سیتینگز وارد ایردراپ بشین، گزینه Bringing Devices Together رو مشاهده می‌کنیم که اجازه میده با نزدیک کردن دو گوشی به هم بتونید از نیم دراپ استفاده کنید. یکی از قابلیت‌های جدید توی نسخه بتای 4 iOS 17 اینه که میتونه محتوای دریافتی از طریق ایردراپ، کانتکت، مسیج و ویدیو مسیج رو قبل از نمایش بررسی کنه و اگه اون محتوا رو غیر اخلاقی تشخیص داد قبل از نمایش به شما اخطار بده. برای فعال کردن این گزینه وارد سیتینگز شده و از بخش پرایوسی اند سکیوریتی سنسیتیو کانتنت وارنینگ رو انتخاب کنید و اولین گزینه رو فعال کنید. توی iOS 17 با فشار دادن دکمه به علاوه توی iMessage شما میتونید به اپ‌ها و ابزارهایی مثل دوربین دسترسی پیدا کنید که در نسخه 4 بتا طراحی کلی آیکون‌ها تغییر پیدا کرده. یکی دیگه از تغییرات جزئی بتای 4 iOS 17 ظاهر آیکون هوم اسکرین اند اپ لایبرری هستش که جزء تغییرات ظاهری این نسخه به حساب میاد. توی نسخه 4 بتای iOS 17 یک گزینه با عنوان شو پریویو آن تپ اونلی به بخش نوتیفیکیشن ها اضافه شده که با فعال کردنش آیفون شما توی حالت استندبای فقط با لمس کردن نوتیفیکیشن ها پریویوی اون رو به شما نمایش میده. انتظار میره که نسخه نهایی iOS 17 اواخر شهریور ماه امسال در دسترس قرار بگیره و باید ببینیم که تا اون موقع بتای جدیدی با تغییرات و قابلیت های بیشتر منتشر میشه یا نه. نظر شما راجع به ویژگی های iOS 17 چیه؟ حتما توی کامنت ها به همون بگید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید.